بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط مهمترین خبرها از افغانستان. جزئیات حمله جبهه مقاومت بر ساختمان ولسوالی بهارک در تخار. اقدامات جدید تاجیکستان و آمریکا علیه گروه امارات. ادامه بازداشت باشندگان ولایت پنجشیر به دست نیروهای طالبان. و در ادامه این گزارش، پیشنهاد همکاری گروه طالبان به دولت پاکستان چیست؟ برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. رئیس جمهور تاجیکستان می گوید که شمال افغانستان به مرکز پرورش تروریستان جهانی تبدیل شده است. شماره از کشورهای همسایه شمالی افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی و افزایش تهدیدها از مرزهای افغانستان گفتند که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، افغانستان به مرکز یورش تروریست‌های بین‌المللی تبدیل شده است. نمایندگان کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در نشست سران اتحادیه اروپا و آسیای میانه خواهان توجه جهان به وضعیت کنونی افغانستان نیز شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا که در شهر چولپان آتای قرقیزستان برگزار شده بود، تاکید کرده است که قلمرو افغانستان به ویژه ولایت‌های شمالی و شمال شرقی این کشور محل پرورش تروریسم بین‌المللی شده است. رئیس جمهور تاجیکستان گفته است که افغانستان همچنان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان است. تا جایی که اکنون در زیر سلطه طالبان، تولید مواد مخدر چند برابر افزایش یافته است. امام علی رحمان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان، از جامعه جهانی خواست که برای تقویت مرزها با افغانستان همکاری‌هایشان را افزایش و ادامه بدهد. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان تایید کرده است که ما لازم می‌دانیم که برای تقویت مرز با افغانستان اقدام فوری کنیم. گفته های رئیس جمهور تاجیکستان در حالی مطرح می شود که تاجیکستان بعد از تهدیدهای افزاینده از خاک افغانستان، به تازگی دو پاسگاه جدید امنیتی در مرز با افغانستان ساخته است. و در ادامه این گزارش، جبهه مقاومت ملی مدعی کشتن 4 نیروی طالب در تخار شده است. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود مدعی شده است که نیروهای این جبهه در حمله بر ساختمان ولسوالی بهارک ولایت تخار 4 نیروی طالب را کشته و 5 تن دیگرشان را زخمی کرده است. در خبرنامه جبهه مقاومت که روز پنجشنبه 11 جوزا منتشر شد آمده بود که نیروهای این جبهه شب گذشته در نخست چندین راکت را بر ساختمان ولسوالی بهارک شلیک کرده و بعد از آن با نیروهای طالبان درگیر شده است. یک منبع دیگر نیز به روزنامه اطلاعاتی روز گفته است که در جریان این درگیری 4 طالب کشته و 5 طالب دیگر از جمله ولسوالی طالبان برای ولسوالی بهارک زخمی شده است. منبع همچنان گفته است که زخمیان برای درمان به شفاخانه ولایتی تخار در شهر طالقان منتقل شده است. طبق این ادعا، در جریان این حمله به طالبان تلفات سنگینی وارد شده، اما آمار مشخصی تا هنوز ارائه نشده است. همینطور جبهه مقاومت در خبرنامه‌اش نوشته بود که حوالی ساعت 5:45 دقیقه عصر روز شنبه هفته جاری، ماین جاسازی شده توسط اعضای این جبهه در نزدیکی دفتر والی طالبان در تخار انفجار داده شده که در نتیجه آن 6 نیروی طالب را زخمی کرده است. و در ادامه این گزارش، ادامه بازداشت باشندگان ولایت پنجشیر، 2 نفر به شمول یک شاعر در کابل بازداشت شدند. در ادامه بازداشت باشندگان ولایت پنجشیر، منابع میگوید که طالبان 2 غیر نظامی از جمله یک شاعر را از مربوطات شهر کابل بازداشت کردند. منابع در ولایت پنجشیر به روزنامه اطلاعاتی روز گفته است که طالبان حسیب احراری شاعر را روز پنجشنبه 11 جوزا از منطقه 315 شهر کابل بازداشت کرده است. با گفته منابع، حسیب احراری باشنده اصلی روستای تاواخ ولسوالی انابه ولایت پنجشیر است و بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به ایران مسافرت کرده بود. طبق اظهارات منابع، آقای احراری 10 روز قبل از ایران به افغانستان برگشته بود و در کنار فامیلش در شهر کابل زندگی عادی داشت. منابع همچنان افزوده است که این شاعر شعر می سرود و با هیچ جبهه نظامی مخالف طالبان ارتباط نداشت. با این حال، هنوز علت بازداشت او روشن نشده و طالبان نساکنون در این باره وضاحتی نداده است. بر اساس آنچه منابع گفتند، آقای احراری دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی است و در کنار سرودن شعر، عکاسی و نقاشی نیز می کند. از سوی هم منابع دیگر می گوید که طالبان یک جوان غیر نظامی باشنده اصلی ولایت پنجشیر را چند روز پیش از منطقه پروان سوم شهر کابل بازداشت کرده بود. به گفته منابع، این جوان عبدالوکیل نام دارد و 7 سال پیش محافظ فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات بوده است.
و در ادامه این گزارش پیشنهاد طالبان به اسلام آباد برای دور کردن اعضای تی تی پی از نزدیکی خط دیورند. رانا ثناءاللا وزیر امور داخلی پاکستان گفت است که طالبان افغانستان به اسلام آباد پیشنهاد کردند تا اعضای تحریک طالبان پاکستانی و یا تی تی پی را از مناطق مرزی دیورند به سایر مناطق افغانستان انتقال بدهند. با گفته او هدف از این پیشنهاد جلوگیری از دسترسی اعضای مسلح طالبان پاکستانی به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان است. باید افزود که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره این پیشنهاد به پاکستان ابراز بی‌خبری کرده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، حملات طالبان پاکستانی در پاکستان افزایش یافته است. و گزارش دیگر این که نماینده پیشین ناتو می‌گوید حکومت طالبان دیر دوام نمی‌آورد. سر نیکلاس که نماینده غیر نظامی پیشین ناتو در افغانستان گفت است که طالبان با یک سازش ناقص به قدرت رسیدند و با توجه به وضعیت جاری در افغانستان حکومت این گروه در افغانستان دوام نخواهد کرد. نماینده پیشین ناتو در مصاحبه با صدای آمریکا گفت است که آنچه که طالبان انجام می‌دهند یک فاجعه است و نمی‌تواند دوام بیاورد. او همچنان بر حمایت شهروندان افغانستان و جامعه جهانی از مخالفان طالبان تاکید کرده و آن را راهی برای ایجاد بدیل قوی برای طالبان دانسته است. نماینده پیشین ناتو در افغانستان گفت است که در حال حاضر اپوزیسیون طالبان در سراسر جهان متواری شدند، اما به نظر من مخالفان طالبان برای متحد شدن و تبدیل شدن به یک بدیل خوب نیاز به کارهای زیادی دارد. او درباره عوامل به قدرت رسیدن دوباره طالبان گفت است که این یک تصمیم سیاسی بود. وضعیت نظامی به گونه‌ای بود که هیچ یک از طرفین برنده نبودند. مهم این بود که یک توافق سیاسی وجود داشته باشد. ناتو از این توافق سیاسی حمایت کرد. و در ادامه این گزارش، 3 نفر در ننگرهار و زابل به قتل رسیدند. در 3 رویداد جداگانه جنایی در ولایت‌های زابل و ننگرهار گفته می‌شود که 3 نفر به قتل رسیدند. یک از این قتل‌ها شب جمعه 12 جوزا در منطقه شوکه ولسوالی گوزگنر ننگرهار رخ داده است. محمد یوسف یک از ساکنان محل گفته است که افراد ناشناس مردی به نام محمد عارف را تیرباران کرده و کشتند. با گفته او محمد عارف نانوایی داشته و انگیزه قتل این مرد تاکنون روشن نیست. باید افزود که در رویداد دیگر در منطقه تراغه در مرز ولسوالی های حسکمینه و رودات ننگرهار جسد یک مرد پیدا شده است. منبعی که خواسته هویتش فاش نشود گفته است که افراد ناشناس در ابتدا هر دو دست این مرد را قطع کرده و سپس او را به ضربه گلوله کشتند. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار درباره هر دو رویداد چیزی نگفته است. در ولایت زابل نیز یک مرد مسن پسر 30 سالش را بعد از مشاجره لفظی به ضربه گلوله کشته است. اینقدر روز جمعه 12 جوزا در منطقه کندک شاهرای ولسوالی جلدک زابل رخ داده است. با گفته مسئولان امنیتی طالبان در زابل، قاتل علی محمد نام دارد و بازداشت شده است. انگیزه مشاجره لفظی علی محمد و پسرش تاکنون روشن نیست. باید افزود که قتل و کشف اجساد اخیراً به گونه چشمگیری افزایش یافته است. روزانه چندین رویداد از ولایت ها گزارش می شود. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.